سلام بر محمد و آل محمد و درود بر شما بینندگان گرامی ولادت حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض می کنیم در خدمت شما هستیم با اخبار در افق پانوراما بنیاد جهانی آیت الله العظما سید صادق شیرازی که مقر اصلی آن در واشنگتن است با صدور بیانیه رسمی بر لزوم تصویب قوانینی درباره مناسبت های دینی ملت های مسلمان تاکید کرد این بیانیه که با نزدیک شدن شبهای قدر صادر شده در ادامه افزود همه ملت های اسلامی را به برادری، بخشش و بر رحم برای رضایت خدا و زندگی مسالمت آمیز در کنار یکدیگر و نیز کنار گذاشتن اختلافات و درگیری ها دعوت می کنیم. در بیانیه بنیاد جهانی آیتولال ازما سید صادق شیرازی همچنین آمده بر همه مسلمانان جهان واجب و لازم است که در زمینه انسانی، اقتصادی و اجتماعی با یکدیگر همکاری داشته باشند و از هر گونه اختلاف بیفاید دوری کنند و تنها گرد یک کلمه واحد متحد شوند. گفتنی این بیانیه خطاب به همه مسلمانان و نیز حکام، رؤسا و رهبران کشورهای اسلامی صادر شده است در بخش از این بیانیه مذکور خطاب به رهبران کشورها چنین آمده رهبران کشورها باید قوانینی در راستای هموار کردن مسیر برگزاری مناسبت‌های دینی به ویژه مناسبت‌های ماه مبارک رمضان تصویب کنند منابع محلی و رسانی از برگزاری جشنواره سالانه میلاد امام حسن مجتبا علیه السلام در شهر هله عراق خبر دادند گفته می شود در این جشنواره که هفدهمین دوره سالانه آن برگزار می شود هزاران تن از شیعیان و عاشقان اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام شرکت کرده و به جشن و شادی پرداختند جشنواره امسال که در محل حسینی علامه هلی در شهر هله برگزار گردید با شعار امام حسن مشتبا علیه السلام عزت مؤمنین و مصلح مسلمین برگزار شده است این جشنواره شامل برنامه و فعالیت‌های مختلف از جمله سخنرانی میزه گرد فکری و اعتقادی مراسم مرسی خانی و سرود و نیز مسابقه بوده است براسیه های انجام شده توسط خبرنگار خبرگزاری اخبار شیعه در شهر مقدس کربلا حاکی از آن است که آستان های مقدس امام حسین و حضرت عباس علیه السلام سلام خود را آماده برگزاری مراسم باشکوه جشن و شادی به مناسبت میلاد با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام کرده هد. بر همین اساس اماکن مختلف داخل حرم ها و صحن های مبارک و نیز منطقه بین الحرمین چراغانی و گل افشانی شده و پرچم های رنگی و پلاکارد هایی که بر روی آن عبارت های مختلف نوشته شده نصب گردیده است گفتنی سهرم های مقدس به طور جداگانه نیز برنامه های سخنرانی و سرودخانی خواهند داشت و در اماکن مختلف شهر نیز شیرینی و شربت توضیح می شود. خبرنگار خبرگزاری اخبار شیعه در نجف اشرف هم از آمادگی کامل آستان مقدس علوی برای برگزاری مراسم مشابه در ایام میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام خبر داد. و خبری از شهر نجف اشرف حرم متحر امام علی علیه السلام از آغاز اجرای شدن طرح استراحتگاه نقل در منطقه الهولی با هدف خدمت رسانی به زائرین و ایجاد فضایی آرام و متمایز در سفر به شهر نجف اشرف خبر داد مدیر پروژه مهندس امیر المهنه جزیات این طرح را ارائه کرد و تیه اظهاراتی گفته این پروژه در مساحتی به وسعت 55 هزار متر مربع در منطقه الهولی قرار دارد و یک مکان زیبا برای کاروانهای زائران عتبات آلیات که از استانهای مختلف به شهر نجف اشرف سفر می کنند به حساب می آید. وی در ادامه تصریح کرد این پروژه شامل مجموعی از خدمات تفریحی از جمله پارک، رستوران نمازخانه و مکانهای بازی برای کودکان و فروشگاه های خرید است نسخه خطی و کمیاب متعلق به امام سجاد علیه السلام که قدمت آن به قرن اول هجری میرسد در موزه امام حسین علیه السلام به نمایش گذاشته شد این موزه مفتخر است که مجموعه ای از آثار ارزشمند تاریخی را به نمایش میگذارد و در این زمینه وجود نسخه خطی و کمیاب مربوط به قرن اول هجری قمری که گمان می رود منصوب به امام زین العابدین علیه السلام باشد بسیار حائز اهمیت است مسئول بخش نگهداری موزه امام حسین علیه السلام حسن این رحمان عبدالله در بیانیه اظهار داشت این اثر شامل یک نسخه خطی کمیاب بر روی پوست آهوست که سوره قلم به خط کوفی روی آن درج شده است که قدمتان آن به زمان امام زین العابدین علیه السلام برمیگردد شاین ذکر این اثر منحصر به فرد توسط یکی از بازدید کنندگان کویتی به موزه امام حسین علیه السلام اهدا شد و از جمله کمیابترین آثار موجود در موزه به شمار می‌رود. و خبری از آمار شادابی در کشورهای جهان گزارش جهانی در مورد شادی برای سال 2024 نتایج هیجان انگیزی را اعلام کرد که نشان می‌دهد میزان شادی کمتری در بین جوانان در بسیاری از کشورها در مقایسه با نست های گذشته وجود دارد این گزارش نشان می دهد کشور فلاند برای هفتمین سال متوالی رده نخست شادترین کشور جهان را به دست آورده است لیتوانی در صدر فهرست کودکان و جوانان شاد قرار گرفت در حالی که دانمارک عنوان شادترین کشور برای افراد 60 سال و بالاتر را دریافت کرد اگرچه برخی از کشورهای اروپای شمالی در صدر این فهرست قرار گرفتند اما کاهش نگران کننده در شادی جوانان به در آمریکای شمالی و اروپای غربی مشاهده شده که باعث شد ایالات متحده برای اولین بار از زمان انتشار این گزارش از 20 کشور شاد جهان خارج شود. این گزارش در چارچوب تداوم تلاش های بین المللی برای درک عوامل مؤثر بر سطح شادی و رفاه در مناطق مختلف جهان ارائه شده است و اهمیت توجه و تلاش برای بهبود کیفیت زندگی جوانان و ارتقای آن را بررسی می کند روز 24 مارس به روز مقابله با بیماری سل در سازمان ملل متحد شناخته شده است در همین راستا یک مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت WHO روز گذشته تا اظهاراتی گفت کشورهای آفریقایی باید دست به دست هم دهند و برای مقابله و از بین بردن این بیماری تا سال 2030 سرمایه گذاری کنند. وی خاطر نشان کرد زمانی که دولت و شرکت های خصوصی در ساخت واکسن ها و درمان های جدید سرمایه گذاری کنند می توان آمار بالای سل آفریقا را تا حد زیادی کاهش داد. گفتنی است در آفریقا سل همچنان دومین عامل اصلی مرگ و ناشی از یک عامل عفونی در این قاره به حساب می آید و از آمار HIV و ایدز پیشی گرفته است در پایان گفتنی روز جهانی سل امسال با موضوع بله ما می توانیم به سل پایان دهیم با هدف آگاهی بخشی برای ریشه کنی این بیماری گرامی داشته شد و ما خبر آخر بر اساس گزارش های رسیده از سرویس های اطلاعاتی غربی و غیر آن داعش در سال گذشته اقدام به جذب نیرو از تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی نموده, نموده است در پی حمله به مسکو پایتخت روسیه که 137 نفر کشته شدند گروه سنی های تندروی داعش مسئولیت حمله را پذیرفت و طی بیانیه‌ای عملیات خود را ضربه قدرتمند علیه روسیه توصیف کرد گفتنی سه نفر از چهار مردی که توسط نیروهای امنیتی روسیه به دلیل حمله جمعه شب در سالن کنسرت مسکو بازداشت شدند از اتباع تاجیک یا تاجیک تبار بودند در پایان لازم به ذکر است جو مذهبی غالب در کشورهای آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان و ازبکستان زمینه جذب نیرو را برای گروه سنیهای های تندروی داعش مساعد کرده است در چند سال گذشته افراطیگری خزندوار در میان اسلامگرایان کشورهای آسیای مرکزی رشد کرده اما وجود دولتهای مستبد و ضد مذهبی در رأس این کشورها به آشکار شدن این تمایلات افرادگرایانه در میان شهروندان این کشورها فرصتی نداده است